بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید محترم و بینندگان ارجمند و آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم برای همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستند. و همچنین تشکر میکنم از گروه عربی خانه اندیشمندان علوم انسانی، به ویژه استاد ارجمندم جناب آقای دکتر پروینی که این برنامه رو تدارک دیدند و بنده را قابل دانستند که دقایقی رو در خدمت عزیزان باشم. خب موضوعی که بنده انتخاب کردم که در خدمتتون باشم، شخصیت امام حسین در ادبیات داستانی معاصر عربی است، با تأکید بر دو رمان حیات الحسین عبدالحمید جودت السحار و رأس الحسین عبدالله خلیفه رمان نویس بحرینی. ولی قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم و به باستاب شخصیت امام حسین علیه السلام در ادبیات داستانی معاصر عربی بپردازم، اجازه میخواهم که اشاره گذرایی داشته باشم به جایگاه اهل بیت در میان اهل سنت. خب همانطور که می‌دانیم، اهل سنت احترام خاصی برای اهل بیت و به ویژه برای امام حسین قائلند و به اصطلاح در منابع اهل سنت در کتاب صحیح مسلم که یکی از به اصطلاح معتبرترین کتب حدیثی اهل سنت محسوب می شود، روایات مختلفی در زمینه احترام به اهل بیت و رعایت حق و حقوق اهل بیت و جایگاه اهل بیت روایت شده است که همین احادیث و همین روایت ها مبنای تعامل اهل سنت با اهل بیت و شخص امام حسین بوده است، که من به عنوان نمونه به چند تا روایت اشاره می کنم و بعد به جایگاهی که اهل بیت و به ویژه امام حسین در میان اهل سنت دارد اشاره گذرایی خواهم کرد. خب در صحیح مسلم روایتی هست که پیامبر علیه الصلاه و السلام می فرماید: اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. خب می بینیم در این روایت پیامبر علیه السلام سه بار این جمله را تکرار می کند و مسلمانان را به رعایت حقوق اهل بیت و احترام به اهل بیت دعوت می کند و حقوق آنان را به مسلمانان یادآوری می کند. خب بالاخره هر اهل سنتی که این حدیث رو در صحیح مسلم می بیند و به اصطلاح می خواند، قطعا به اهمیت و جایگاه اهل بیت از نگاه پیامبر علیه السلام پی میبرد و خود را ملزم میداند که به اصطلاح قدردان اهل بیت باشد و به اهل بیت و خاندان پیامبر علیه السلام احترام ویژه‌ای قائل شود. همچنین در روایت دیگری داریم که پیامبر علیه السلام در مورد امام حسن و امام حسین علیه السلام می فرماید: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. در این روایت می بینیم که پیامبر علیه السلام امام حسن و امام حسین را به اصطلاح سید جوانان اهل بهشت معرفی می کند. خب این حدیث هم در منابع اهل سنت آمده است و خب علمای اهل سنت به این احادیث اعتقاد دارند، باور دارند و بر اساس همین احادیث در کتابهای خودشون به اصطلاح احترام خاصی برای اهل بیت قائل شدند و جایگاه خاصی رو برای اهل بیت در نظر گرفتند. و از همین جاست که میبینیم در فقه امام شافعی رحمت الله علیه میبینیم که یکی از به اصطلاح شرایط کامل شدن نماز یک مسلمان شافعی مذهب این هست که در تشهد دوم نماز در کنار صلوات فرستادن بر پیامبر علیه السلام باید بر اهل بیت هم صلوات بفرستد. یعنی اگر نمازخوانی
به اصطلاح در تشهد دوم نماز خودش بر اهل بیت صلوات نفرستد، نماز او کامل نخواهد بود. یعنی در تشهد دوم نماز باید بگوید اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. این وعلى آل سيدنا محمد اگر گفته نشه، خب نماز این نمازخوان و نماز این نمازگزار نماز کاملی نخواهد بود. خب این نشان دهنده به اصطلاح اوج جایگاه اهل بیت از نظر امام شافعی و از نظر بزرگان اهل سنت هست. و جا دارد اینجا به یه نکته دیگری هم اشاره بکنم که نه تنها تمام بزرگان اهل سنت به اصطلاح معترف بوده اند به جایگاه اهل بیت و احترام خاصی برای اهل بیت قائل بودند، بلکه حتی شخصیت هایی که به نوعی موضع‌گیری تندی نسبت به تشیع داشته اند و در تاریخ معروف بوده اند به تندروی در برابر شیعیان و یا حتی بعضاً متهم شده اند به دشمنی با اهل بیت، حتی اونها هم هیچ گونه دشمنی با اهل بیت نداشتند و در اوج کمال و در اوج احترام به اصطلاح از اهل بیت و بزرگان اهل بیت نام برده اند. که در اینجا من اشاره می کنم به یکی از این شخصیت ها به نام ابن تیمیه، که ابن تیمیه بالاخره در تاریخ و در کتاب ها به اصطلاح معروف هست که نسبت به تشیع سختگیر بوده و موضع‌گیری تندی نسبت به تشیع داشته است. ولی می‌بینیم همین شخص ابن تیمیه وقتی که به بحث اهل بیت میرسه، وقتی که به شخص امام حسین میرسه، به نیکی از امام حسین یاد میکنه و امام حسین رو شهید به اصطلاح روز عاشورا معرفی میکنه و قاتلان امام حسین رو یک طائفه ظالم و باقی معرفی میکنه و به اصطلاح با این عبارت از شهادت امام حسین سخن میگوید که میگوید قتل الحسین بن علی رضی الله عنهما یوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية واكرم الله الحسین بالشهادة كما اكرم بها من اكرم من اهل بيته أكرم بها حمزة وجعفر وأباه عليا وغيرهم، وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته، فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. خب این نقل قولو از فتاوای کبرای ابن تیمیه گرفتن. در جای دیگری هم در کتاب منهاج السنه که معروفه به اصطلاح و در اونجا نسبت به شیعیان موضع‌گیری های تندی هم دارد، ولی باز هم وقتی که به بحث اهل بیت میرسد اینچنین از حق اهل بیت میگوید. خب در آنجا میخوانم که میگوید ولا ریب أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم. يعني ميگه أهل بيت پیامبر حق و حقوقی بر امت دارن که هیچ کس دیگری از این حق و حقوق برخوردار نیستن. ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش. خب این نشون میده که بالاخره حتی شخصیتی مثل ابن تیمیه هم در مقابل اهل بیت و در برابر شخصیت های برجسته اهل بیت این چنین موضع میگیره و این چنین با احترام از آنان یاد میکند. و به جرأت میتوانم بگویم که
هیچ اهل سنتی نیست که ادعای سنی بودن بکند و با اهل بیت مشکلی داشته باشد و اصلا امکان ندارد کسی که خود را مسلمان بداند و تابع قرآن و سنت پیامبر بداند ولی خدای نکرده با اهل بیت یا بزرگان اهل بیت مشکل داشته باشد. پس این جزء مسلمات در واقع باور اهل سنت هست و یعنی برادران شیعه هم نباید هیچ گونه تردیدی در این زمینه داشته باشد. خب این نگاه گذرایی بود در واقع به جایگاه اهل بیت و به ویژه امام حسین در میان اهل سنت. خب طبیعی همین نقش و همین جایگاه و همین احترامی که اهل بیت در میان بزرگان اهل سنت و در میان جامعه اهل سنت داشته است، همین به اصطلاح احترام و همین جایگاه خب به ادبیات هم سرایت کرده، در ادبیات هم باستا پیدا کرده و ادبایی که به اصطلاح منعکس کننده باورهای جامعه اهل سنت بودند، خب این باور احترام به اهل بیت و احترام به شخصیت امام حسین رو در آثار ادبی خودشون منعکس کردند، حالا چه در اشعار شعرا و چه در داستانها و رمانهای داستان نویسان و رمان نویسان معاصر عربی. خب در اینجا در واقع میپردازیم به اصل موضوع برنامه که باستاب به شخصیت امام حسین در ادبیات داستانی معاصر عربی هست. خب میدونیم که یعنی به اصطلاح اهمیت دادن به شخصیت امام حسین و به اصطلاح مطرح کردن شخصیت امام حسین به اصطلاح بخشی است از یک جریان فکری که در جهان عرب بعد از جنگ جهانی اول و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال فلسطین در جهان عرب شکل گرفت که در آن نوعی بازگشت به گذشته اسلامی رو میبینیم، نوعی بازگشت به تاریخ اسلام رو میبینیم، چون قبل از این مرحله میبینیم که در جهان عرب موج به اصطلاح غربگرایی، موجی از قومگرایی به اصطلاح شیوع پیدا کرد و این غربگرایی و قومگرایی به نوعی وارد عرصه ادبیات، شعر و نثر شد. ولی خب بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم یک بیداری اسلامی در خاورمیانه و در کشورهای عربی شکل گرفت که به نوعی به اصطلاح متفکران و اندیشمندان و شعرا و ادبا به اصطلاح بازگشتی به تاریخ درخشان اسلام در قرون اولیه داشتند و به جای پرداختن به مثلا غربگرایی یا مثلا تاریخ فرعونی مصر و اینها به تاریخ اسلام پناه بردند و شخصیت‌های اسلامی در ادبیات اونها بازتاب پیدا کرد که به عنوان نمونه می توانیم به شخصیت‌های مثل محمد حسین هیکل اشاره بکنیم که مثلا محمد حسین هیکل در ابتدا از دعوتگران تاریخ فرعونی و دعوتگران قومگرایی در مصر بود و تحت تأثیر افکار غربی بود، ولی خب در این برهه زمانی و در این برهه تاریخی میبینیم که محمد حسین هیکل از اون اندیشه های غربگرایانه و قومگرایانه خودش تا حدودی برمیگردد و کتابهایی رو تحت عنوان حیات محمد یا فی منزل الوحی رو می نویسه و به نوعی در آثار او بازگشت به تاریخ اسلام رو می بینیم. همچنین طه حسین که به اصطلاح در برهه‌ای در مصر رمز غربگرایی بوده و نمونه ای از غربگرایی بوده، خب باز هم در این مقطع تاریخی و در این مرحله تاریخی میاد کتاب علی هامش سیره رو در سه جزء می نویسه و برای اولین بار میاد سیره نبوی رو در قالب به اصطلاح رمان تاریخی می نویسه. البته خب ایرادهایی به علی هامش سیره تا حسین هست که اونجا اومده سیره نبوی رو با اساطیر قاطی کرده، ولی علی‌ای‌حال
به جای اینکه به تاریخ فرعونی مصر بپردازه، میاد اون کتاب علی هامش السیره رو در مورد سیره نبوی می نویسه، همچنین در مورد تاریخ خلفا می نویسه و کتاب علی و بنوه یا الفتنه الکبرا رو هم در مورد اهل بیت و بویژه امام حسین می نویسه. در همین دوره باسه می بینیم عباس محمود العقاد میاد عبقریاته الاسلامیه رو می نویسه، بالاخره یک مجموعی داره تحت عنوان عبقریات اسلامی، عبقریت محمد، عبقریت ابی بکر، عبقریت عمر، عبقریت عثمان، عبقریت علی، و در کنار اینها میاد یک کتاب اختصاصی رو در مورد امام حسین علیه السلام می نویسه تحت عنوان ابو الشهدا الحسین بن علی. خب همه اینها نشون میده که واقعا در این برهه می بینیم که ادبا و نویسندگان دارن به تاریخ اسلام برمیگردن و شخصیت های برجسته اسلامی رو میان بازنویسی میکنن و در قالب های مختلفی که در اون روزگار رایج بوده. خب بعد از عقاد میرسیم به عبدالرحمن شرقاوی، که عبدالرحمن شرقاوی خب از رمان نویسان و ادیبان برجسته این دوره هست. خب عبدالرحمن شرقاوی دارای افکار چپی بوده، دارای افکار سوسیالیستی بوده، ولی خب این معنی نیست که به اصطلاح دست از اسلام کشیده. خب یک مسلمانی بوده که دارای افکار چپی بوده و با همون افکار چپی خودش میاد باز هم وارد تاریخ اسلام میشه و شخصیت های برجسته اسلامی رو انتخاب میکنه و در مورد اونها رمان مینویسه. ابتدا میاد کتاب محمد رسول الحریه رو مینویسه، پیامبر یعنی محمد به اصطلاح رسول آزادی، یعنی با توجه به شعارهایی که در اون بره در خاورمیانه در جهان عرب و در مصر شایع بوده، با این روی کرد و با این نگاه میاد به اصطلاح این کتاب رو در مورد سیره پیامبر علیه الصلاه و السلام می نویسه. و در همین زمان میاد خب اون دو تا نمایشنامه بسیار معروفش رو می نویسد، الحسین و طائران و الحسین شهیدن. و خب در همون برهه در واقع در همون برهه وقتی که شرقاوی میاد این دو تا نمایشنامه رو می نویسه، قطعا اینها رو از روی عشق و علاقه ای که به امام حسین داشته نوشته. کتاب محمد رسول الحریه رو اگر نوشته به خاطر عشق و علاقه ای بوده که به شخصیت از کتابها. و در واقع این دوتا کتاب، یعنی این دوتا نمایشنامه، الحسین و ثائران و الحسین و شهیدن، جزو آثار بسیار ارزشمند و برجسته عبدالرحمن شرقاوی به حساب می آیند. و خب عبدالرحمن شرقاوی همانطور که عرض کردم این کتابها رو اگر نوشته به خاطر عشقی بوده که به شخصیت و جایگاه پیامبر داشته و همچنین عشقی که به امام حسین داشته، که من به عنوان نمونه به اصطلاح نقل قولی میکنم از بخش اهدای کتاب الحسین و سائران، که به اصطلاح شرقاوی کتاب رو اهدا کرده به مادرش و این طوری اشاره میکنه به عشق خودش به امام حسین و میگوید اهداء الکتاب إلى ذكرى أمي التي علمتني منذ طفولتي أن أحب الحسين ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن ويثير في النفس أسا غاملا وحنينا خارقا إلى العدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. دقت کنید، يعني باصطلاح اگر شرقاوی اومده این دو تا نمایشنامه رو در مورد امام حسین نوشته، در واقع به خاطر عشقی بوده که به امام حسین داشته و این عشقش هم ناشی از اون آرمانهایی بوده که امام حسین داشته، آرمان عدالت خواهی، آزادی خواهی، برادری و رؤیای نجات به اصطلاح. اینه که همه اینها رو در اهدای کتابش منعکس کرده، یعنی در اون برهه زمانی که شعارهای به اصطلاح چپی آمیخته از شعارهای چپی به اسلامی به اصطلاح مطرح بوده، این شعارها رو در شخصیت امام حسین می دیده و اومده این دوتا
نمایشنامه بسیار زیبا و ارزشمند را در مورد امام حسین نوشته. به صلاح عبارتی رو هم از خود این نمایشنامه براتون نقل میکنم که از زبان امام حسین به اصطلاح عبدالرحمن شرقاوی میگه: فإذا سكتتم بعد ذلك على الخديعة وارتضى الإنسان ذلة فأنا سأذبح من جديد وأظل أقتل من جديد وأظل أقتل ألف قتلة سأظل أقتل كلما سكت الغيور وكلما أغفى الصبور سأظل كلما رغمت أنوف في المذلة ويظل يحكمكم يزيد ما ويفعل ما يريد وولاته يستعبدونكم وهم شر العبيد ويظل يلعنكم وإن طال المدى جرح الشهيد لماذا؟ لأنكم لم تدركوا ثأر الشهيد. خب پس عبدالرحمن شرقاوی هم با این رویکرد میاد این نمایشنامه ها رو می نویسه. خب در همین دوره می رسیم به یکی از شخصیت های بسیار برجسته ای که به اصطلاح قلم خودش و ذوق ادبی خودش و رمان های خودش را وقف تاریخ اسلام کرد، وقف بازخوانی و نگاهی تازه به تاریخ اسلام و شخصیت های برجسته تاریخ اسلام کرد، و این هم کسی نیست جز عبدالحمید جودت الصحار. خب عبدالحمید جودت الصحار در واقع از همقطاران نجیب محفوظ هست و سال تولد صحار با نجیب محفوظ 3 سال با هم تفاوت دارند. یکیشون 1910 بوده، یکیشون 1913 بوده و به اصطلاح رفیق و همقطار بودند و اون دارالنشر للجامعیین رو با هم تأسیس کردند و اون رمان‌های اولی که نجیب محفوظ به اصطلاح منتشر کرد و عبدالحمید جودت الصحار منتشر میکرد، در واقع با هم این رمان‌ها رو منتشر میکردند. و میدونیم که نجیب محفوظ خب در ابتدای کار رمان نویسیش وارد عرصه رمان تاریخی شد و تاریخ فرعونی مصر رو برای رمان‌هایش برگزید و سه تا رمان تاریخی نوشت که هر سه تای این رمان‌ها به تاریخ فرعونی مصر اختصاص داشت: رمان رادوبیس و رمان عبس الاقدار و رمان کفاق و طیبه. هر سه رمان در مورد تاریخ فرعونی مصر و هیچ رمان تاریخی رو در مورد تاریخ اسلام ننوشته نجیب محفوظ. خب عبدالحمید جودت الصحار هم در ابتدای کار مثل به اصطلاح نجیب محفوظ نگاهش به تاریخ فرعونی مصر بود و نخستین رمان تاریخی خود را تحت عنوان احمس بطل الاستقلال نوشت که این رمان هم در مورد تاریخ فرعونی مصر هست و چیزی شبیه رمان کفاح و طیبه نجیب محفوظ هستش. ولی خب از این به بعد، بعد از این رمان، عبدالحمید جودت الصحار با توجه به رویکرد اسلامی که داشت دیگه اثری رو در مورد تاریخ فرعونی مصر ننوشت و برگشت به تاریخ اسلام و شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام رو انتخاب کرد و رمان‌های تاریخی بسیار زیبایی رو در مورد آنها نوشت که نخستین آنها و مهمترین آنها مجموعه رمانی است تحت عنوان محمد رسول الله والذین معه که تاریخ به اصطلاح پیامبر اسلام و یاران پیامبر رو در این مجموعه تاریخی و در 20 جلد به رشته تحریر در آورد و در واقع این مجموعه یکی از گرانبهاترین آثار عبدالحمید جودت الصحار است. خب اومده سیره نبوی و به اصطلاح زندگی نامه یاران پیامبر رو با زبانی بسیار زیبا و ادیبانه و در قالب یک رمان تاریخی برای ما بازگو کرده و نقل کرده. خب صحار به زندگی پیامبر اکتفا نمی‌کنه، بعد میاد به اصطلاح زندگی نامه یاران پیامبر رو هم در قالب رمان می‌نویسه. رمان های مثل ابوذر الغفاری، بلال مؤذن الرسول، سعد بن ابی وقاص، ابناء ابی بکر الصدیق، همه اینها رمان هایی است که در مورد یاران پیامبر نوشته
و در این میان خب از اهل بیت پیامبر و شخص امام حسین هم غافل نبوده، بلکه میاد در این زمینه هم دو تا رمان تاریخی رو می نویسه، یکی تحت عنوان اهل بیت النبی علیه الصلاة والسلام و یکی هم به عنوان حیات الحسین، که اهل بیت النبی رو در سال 1948 نوشته و حیات الحسین رو هم در سال 1954 به رشته تحریر در آورده. خب در این دوتا کتاب در واقع عبدالحمید جودت السحار اومده، یعنی به اصطلاح اون اتفاقاتی که برای اهل بیت پیش اومده اونها رو مطرح کرده و بسیار زیبا شخصیت‌های برجسته اهل بیت رو به اصطلاح معرفی کرده، از امام علی علیه السلام گرفته تا حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین، یعنی خیلی زیبا عموهای پیامبر، یعنی همه اینها رو به زیبایی به تصویر کشیده. و در حیات الحسین هم دیگه اومده از مبارزات امام حسین بر ضد به اصطلاح یزید و یزیدیان و دفاع از رسالت پیامبر پرداخته و به زیبایی به اصطلاح نبرد کربلا رو در این رمان منعکس کرده. خب سحر در واقع این رمان رو از زمانی شروع کرده که به اصطلاح امام علی به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنهما میرود، یعنی از همون زمان به اصطلاح رمان شروع میشه تا میرسه بالاخره به همانطور که عرض کردم سحر در رمان حیات الحسین در واقع حوادث این رمان رو از زمانی شروع میکنه که امام علی به خواستگاری حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنهما میرود و حوادث از اونجا شروع میشود و ادامه پیدا میکند تا بالاخره امام حسین متولد میشود و اتفاقات و حوادثی که به اصطلاح در حیات امام حسین در زندگی امام حسین روی داده است و تا نهایتا میرسه به حادثه کربلا و شهید شدن امام حسین به دست یزید و یزیدیان. خب صحا در این رمان تاریخیش در واقع پایبند به حوادث تاریخی بوده، یعنی به اصطلاح سعی کرده که حوادث تاریخی رو از منابع معتبری که به اصطلاح متناسب با فکر و اندیشه خودش بوده این حوادث رو استخراج کرده، پایبند به این تسلسل زمانی بوده، این رویدادهایی که به اصطلاح در حیات امام حسین در زندگی امام حسین اتفاق افتاده این تسلسل زمانی رو رعایت کرده، اگرچه خب در مواردی قطعا زمان پریشی هایی به صورت بازگشت به گذشته یا رفتن به آینده هم در این رمان دیده می شود، ولی خب با توجه به تاریخی بودن رمان و با توجه به اینکه خب به اصطلاح حوادث تاریخی این رمان از اهمیت زیادی برخوردار بوده، از حساسیت زیادی هم برخوردار بوده، حالا سحر سعی کرده از منابع معتبر از نظر خودش استفاده بکنه و پایبند به این منابع باشه و به اصطلاح به خودش اجازه نداده که زیاد از اون دایره خارج بشه و از تخیل خودش در این رمان استفاده بکنه. بالاخره حوادثش حوادث حساسی بوده و اتفاقاتی که به اصطلاح در زندگی امام حسین اتفاق افتاده، به ویژه از زمانی که امام حسین به اصطلاح مدینه رو به قصد مکه ترک میکنه و بعدن به سمت کوفه و عراق و اینها میاد و حادثه کربلا اتفاق میفته، اینو سعی کرده از منابع معتبر استخراج بکنه و به اونها پایبند بوده، ولی خب در عین اینکه پایبند به این رویدادهای تاریخی بوده جنبه داستانی و جنبه به اصطلاح روایی قضیه رو هم رعایت کرده و در شخصیت پردازی هاش بالاخره در نقل حوادثش برخی از اون به اصطلاح عناصر روایی و داستانی رو به اصطلاح پیش برده رعایت کرده و در واقع میتوان گفت که حیات الحسین سحار
یک رمان تاریخی به حساب می آید که جنبه تاریخی آن بر جنبه داستانی و رمانی آن می چربد. البته در اون کتاب های دیگر، در اون رمان های تاریخی دیگرش هم به همین شکل هست، یعنی در اون مجموعه سیره نبوی هم همین کار رو کرده، چون بالاخره در خیلی جاها دستش بسته بوده و نتوانسته در شخصیت ها در حوادث تاریخی دخل و تصرف چندانی بکنه که در رمان حیات الحسین هم این محدودیت ها برای سحار بوده، که قطعا اگر شخصیت های تاریخی دیگری بودن یعنی مجال بیشتری پیدا می کرد و می توانست دخل و تصرف بیشتری در حوادث بکنه، در شخصیت ها بکنه. ولی خب هم اونی که در مورد سیره پیامبر نوشته، یا اون چیزهایی که در مورد یاران پیامبر نوشته، و چه اینهایی که در مورد اهل بیت و زندگی امام حسین نوشته، چون اینا بالاخره شخصیت های برجسته ای هستند، شخصیت های مقدسی هستند، و سحار به خودش اجازه نداده که در نقل حوادث و در شخصیت پردازی ها دخل و تصرف زیادی بکنه. اینه که به اصطلاح عرض کردم که جنبه تاریخی این رمان ها بر جنبه فنی و ادبی و هنری آنها میچربد. خب حالا به عنوان نمونه از حیات الحسین سحار من نقل قولی از سحار میکنم. زمانی که به اصطلاح امام حسین تصمیم میگیره که به اصطلاح به مبارزه با یزید بپردازد و از بیعت کردن با او سرباز میزند، این چنین به اصطلاح شخصیت امام حسین رو به تصویر میکشه و افکار و اندیشه های امام حسین رو به تصویر میکشه و میگوید و دخل الحسین داره یفکر و یدبر امره و اهمه فکره فما یستطیع ان یبایع الیزید فلو بایع له لأقر الفسق والجور وثبت دعائم الظلم والطغيان ومكن للباطل وما كان الحسين ليرضى أن يحيد عن الجادة وإن كان في ذلك تشريده وتشريد أهله أو هلاكه وهلاك ناصري. پس به این ترتیب میبینیم که بالاخره امام حسین رو این چنین به تصویر میکشه که وقتی که در برابر دستگاه به اصطلاح یزید قرار میگیره، نمیتواند این وضعیت را بپذیرد، نمیتواند به اصطلاح با یزید بیعت بکند، چون بیعت کردن با او را به اصطلاح تثبیت فسق و فجور و ظلم و ستم و طغیان میداند، و به اصطلاح امام حسین بر این باور است که اگر در برابر این وضعیت سکوت بکند، در واقع پایه‌های ظلم و ستم و طغیان را تثبیت می‌کند و در واقع باطل را تقویت می‌کند. این است که به اصطلاح امام حسین به این وضعیت راضی نمی‌شود و حاضر است که جان خود را فدا کند، خودش و خانواده اش آواره بشوند یا شهید بشوند، ولی راضی نیست که این وضعیت را بپذیرد. این پس می‌بینیم جودت السحار به اصطلاح بسیار زیبا و ماهرانه به اصطلاح زندگی امام حسین رو از همون آغاز تا زمانی که در کربلا به شهادت میرسد به تصویر کشیده است. حالا به این حد از حیات الحسین سحار اکتفا میکنم و منتقل میشم به یکی دیگر از به اصطلاح رمان نویسان برجسته معاصر، که ایشون هم به اصطلاح در رمان هایش به از شخصیت امام حسین و اصلاح مبارزات امام حسین و شهادت امام حسین غافل نمانده است. ایشون به اصطلاح عبدالله خلیفه رمان نویس بحرینی است که رمان بسیار زیبایی نوشته است تحت عنوان رأس الحسین. خب عبدالله خلیفه در واقع رمان نویس بسیار برجسته است که معرف حضور همه عزیزان هست و در واقع رمان های مختلفی نوشته، به ویژه رمان های تاریخی زیادی رو نوشته، از جمله همین رأس الحسین، علی بن ابی طالب شهیدن، عثمان بن عفان شهیدن، عمر بن الخطاب شهیدن، محمد سائران، و رمان های دیگری هم نوشته مثل الینابیع در 3 جلد به اصطلاح، یا اغتصاب و کوکب
انترا تو یعودو الى الجزیره، یعنی رمان های مختلفی رو نوشته و کتاب های نقدی زیادی هم نوشته، مثل الاتجاهات المثالیه فی الفلسفه العربیه الاسلامیه، نجیب محفوظ من الروایه التاریخیه الى الروایه الفلسفیه. و عرض کردم که در میان رمان های تاریخی عبدالله خلیفه یکی از شاهکارهاش و یکی از رمان های بسیار زیباش رمان رأس الحسین هست که در مورد به اصطلاح شهادت امام حسین در کربلا و جریان به اصطلاح بریده شدن سر امام حسین هست. خب عنوان رمان نشون میده که به اصطلاح عبدالله خلیفه از حوادث به اصطلاح زندگی امام حسین صرف نظر کرده و در واقع به حوادث زندگی دوران زندگی امام حسین نپرداخته است و رمان خودش را با همون بریده شدن سر امام حسین در کربلا و شهید شدن امام حسین در کربلا شروع کرده است. و این به این معنی است که به اصطلاح اون حوادث قبل از این حادثه رو عبدالله خلیفه نادیده گرفته، به اونها نپرداخته است آنطور که در کتاب‌های تاریخی آمده است و در واقع یک صحنه بسیار دردناک از حیات امام حسین رو انتخاب کرده که صحنه به اصطلاح یا لحظه به شهادت رسیدن امام حسین هست. و نکته جالبتر این که عبدالله خلیفه حتی جسد امام حسین رو هم نادیده گرفته است، یعنی از جسد امام حسین هم تنها به اصطلاح به سر امام حسین توجه کرده است، بر این اساس که آنچه که از امام حسین اهمیت بیشتری دارد سر اوست، فکر اوست، اندیشه اوست و به این خاطر به اصطلاح سر امام حسین رو به عنوان محور به اصطلاح رمان خودش انتخاب کرده و حتی عنوان آن را رأس الحسین قرار داده و به اصطلاح طوری به تصویر کشیده که کاری با جسد امام حسین ندارد، آنچه که براش مهمه همون سر حسین هست که با توجه به اتفاقاتی که برای رأس الحسین علیه السلام اتفاق میفته و خب به شام برده میشود و بسیار زیبا این به اصطلاح نحوه انتقال سر امام حسین از کربلا به شام رو و به اصطلاح اتفاقاتی که در مجلس یزید اتفاق افتاده اینها رو به تصویر میکشه. مثلا در مورد این که بیشتر به سر امام حسین اهمیت میده تا لاشه امام حسین، میگه یا سیدی الجثه لم نعثر عليها على اثر كانها سرقت او خطفها اشباح او جن او بشر فجاه توارت في الظلام. يعني آنچه که به اصطلاح باقی مونده و آنچه که به اصطلاح عبدالله خلیفه در رمانش به آن میپردازد سر امام حسین هست. خب حالا به این صورت در رمانش میاد نحوه انتقال سر امام حسین از کربلا به دمشق رو بسیار زیبا به تصویر میکشه و همچنین حوادثی که از این انتقال ناشی شد، بالاخره حوادثی که در مجلس یزید و به اصطلاح بلایی که این رأس الحسین بر سر یزید و خاندان یزید و به اصطلاح حکومت امویان بعد از حادثه کربلا آورد به این قضایا اشاره میکنه. و در ضمن این که به اصطلاح این قضیه رو خیلی برجسته میکنه و نحوه انتقال سر امام حسین به شام رو بسیار زیبا به تصویر میکشه، در مقابل شخصیت یزید را هم یک شخصیت بسیار ضعیف و بی‌مبالات و بی‌توجه به ارزش‌های دینی معرفی می‌کنه که حتی میگه به ارزش‌های دینی هم هیچ توجهی نداشته و دنبال هوسرانی‌های خودش بوده و حالا نقل قول‌های مختلفی رو ازش می‌کنه که
تحيط به مئات الجواري وزجاجات الخمر يبحث عن التسلية حتى مع المهرجين والقردة. كان يزيد يلاعب قردا، كانت القاعة فسيحة وبلعة نسوة جالسات على السجاد الملون باللؤلؤ ويضحكن. يعني إن چنين شخصية يزيد رو در مقابل سر امام حسين یک شخصیت ضعیف و بی توجه به ارزش های اسلامی و دینی معرفی میکنه و همچنین در واقع عبدالله خلیفه میخواهد از طریق انتقال رأس الحسین به دمشق به صلاح ماهیت یزید و واقعیت یزید و حکومت یزید را به خواننده منتقل بکند و برای او مکشوف بکند که به اصطلاح یزید خودش چه شخصیتی داشته و حکومتش چه نوع حکومتی بوده. همه اینها رو در قالبی روایی و بسیار زیبا به تصویر میکشه. و نکته آخر که میخواهم بهش اشاره بکنم و عرایزم رو به پایان ببرم اینه که در پایان رمان در واقع به این نکته اشاره میکند که به اصطلاح نه تنها امام حسین در زمان حیات خودش به اصطلاح خاری بوده در چشم یزید و یزیدیان، حتی بعد از شهادتش هم سر امام حسین در واقع دغدغه اصلی یزید می شود و مصیبتی می شود برای یزید و خاندان یزید و یزیدیان و در واقع به این نکته اشاره می کند که به اصطلاح یزید نه جسد نه شخص امام حسین را می خواد، نه جسد امام حسین را می خواست و نه سر امام حسین را می خواست، بلکه آنچه که یزید دنبالش بود این بود که به اصطلاح امام حسین را وادار به تسلیم بکند که در برابر یزید زانو بزند، ولی تأکید میکنه که به اصطلاح امام حسین هرگز این تسلیم شدن و این ذلت را نپذیرفت و حاضر بود که جان خود و خانواده خود و یاران خودش را فدا بکند ولی این ذلت را نپذیرد. بسیار زیبا این به اصطلاح دغدغه یزید رو به اصطلاح اون چه که یزید دنبالش بود به زیبایی به تصویر میکشه و میگوید يجلس على المقعد وهو يتنفس بصعوبة يغمغم كل جهدي ذهب هباء كل مطاردتي له وحصار العنيد العنيف وقتل أهله لم يفد شيئا كنت آمر بحصار أهله وقتله وقتلهم لكي يتصدع داخليا لم يفد شيئا كنت آمر بحصار أهله وقتلهم لكي يتصدع داخليا كنت أتوقع أن ينهار ويصرخ ارحمني يا يزيد ما باله بهذا العناد لم أكن أريد سوى أن ينحني لي فقط هل هذا شيء عظيم؟ وفضل الموت فضل قطع الرأس بالسيف على أن يقول لي كلمة حتى في موته حاول أن يذلني أن يهينني أن يبصق في وجهي يصرخ الآن أنت تافه. يعني در واقع در اینجا عبدالله خلیفه بسیار زیبا وضعیت روحی و روانی یزید رو در مقابل سر امام حسین به تصویر کشیده که چگونه احساس حقارت میکنه در مقابل سر امام حسین. خب در واقع این یعنی مختصری بود از نحوه به اصطلاح بازتاب شخصیت امام حسین در ادبیات داستانی معاصر عربی و قطعا در این چند دقیقه نمیتوان حق مطلب را ادا کرد و آنطور که شایسته و بایسته است به اصطلاح به نحوه بازتاب شخصیت امام حسین در ادبیات داستانی معاصر عربی اشاره کرد، ولی آنچه که خدمتتان عرض کردم فقط به اصطلاح اشاره سریع و گذرایی بود که امیدوارم مورد استفاده واقع شده باشد
و در پایان از خداوند منان به اصطلاح آرزو می کنم که روزی برسه که همه انسان ها به اصطلاح بدون در نظر گرفتن زبان و نژاد و آیین و مذهب و اینها بتوانند برادرانه در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.